سبحان الله 6200 تا 5800 سال قبل از میلاد ما در منطقه آذربایجان شاهد یک مینی آیس ایج هستیم، یک عصر یخبندان کوتاه مدت، و درست در همین زمان ها ما شاهد به وجود آمدن شهرهای سومری از جنوب دریاچه ارومیه به طرف مرز کنونی عراق هستیم، یعنی تل عقرب، خفاجه کنونی، بعد میرسیم به تلو و نیپور و کیش و اورو، نهایتا اورو. قبل این تمدن ما در آذربایجان شاهد یک تمدن قدیمی تری هستیم، مثل یانق‌تپه یا شهریری یا حاجی فیروز در جنوب دریاچه ارومیه. و اونهایی که احتمال میدن که اینها شاید از طرف بحرین یا هندوستان وارد شدن، به دو دلیل عمده باید این نظریه رو کنار بذارن. یکی اینکه اینها مثل ترکان التصاقی زبان بودن، نه تحلیلی یا تصریفی زبان. دوم اینکه در این صورت شهرها باید از طرف جنوب یا غرب یا شرق ساخته می شدن. ما مثلا در 1600 قبل میلاد شاهد یک همگونی بسیار بسیار شگرف در تپه حاجی فیروز که به نام یک شیرفروش که الان اونجا هست حاجی فیروز این تپه نامگذاری شده، و مثلا تل عقرب در عراق کنونی اولین دولت شهر سومری هستیم. پیکرک ها، سردوک ها و تمامی مظاهر فرهنگی عینی و یکسان هستند. بنابراین باستانشناسی این واقعیت رو برای ما نشون میده که این مردمان سومر از طرف آذربایجان وارد سومر شدند. سلام مخاطبین عزیز، به خاطر اینکه ویدیوهای بخش فارسی رو به بالای حد نصابی که خواسته بودم رسوندید، ما امروز در مورد اساطیر مشترک سومری و آذربایجان صحبت میکنیم. قبل وارد شدن به این بحث لازمه بدونید که گیلگمیش یا بیلگمیشی که واقعیتش باید بیلگمیش اینو نامگذاری کنیم به خاطر نوشتاری که بیلگمیش خونده میشه، و گفتیم که بیلگه به خاطر مرد دانا و میش به خاطر رعنایی و جوانی این اسم توسط سومریان گذاشته شده. ما اینو تقریبا 140 ساله که ترجمه کردیم و به دست بشریت رسیده که این مفاهیم و مضامینش چی هست، در حالی که داستان ددگورگود در قرن 16 هم کتابت شده. حالا ساخته شدن و آفرینش این داستان به دوران قارنشینی و خروج از دوره قارنشینی، یعنی دوره کشاورزی هست، به خاطر اینکه نشانه هایی مثل بت‌پرستی یا ساخته شدن طناب از پوست درختان و موارد دیگه، اینها نشون میده که آفرینش داستان خیلی قدیمی تر هست، سینه به سینه روایت شده تا در قرن 16 هم این اولین نسخه مکتوبش به دست ما رسیده. و موقعی که این کتابت شده هنوز بیلگمیش از زیر خاک در نیامده بود که بگیم که از اونجا کپی شده، و ما شاهد مشابهت های بسیار زیادی بین داستان ددگورگود و بیلگمیش هستیم. هر دوی داستان ها در 12 قسمت که در داستان ددگورگوت ما بوی یا قات میگیم، و در داستان سومری هم 12 قسمتی که اینها هر قسمت 13 بیت مثل بایاتی ها هست فرمش، هم ما شاهد یک همگونی در اصلا ساختار اینها هستیم. و خب داستان ددگورگوت بعد از دوران اسلامی هم سابقه اسلامی گرفته. ما مثلا در داستان دوموزی، یعنی اونجایی که این نانا الهه عشق سومری تصمیم میگیره به زیر زمین بره، دنیای مردگان، و احتمالا میخواست حاکمیت اونجا رو به دست بیاره، ما میبینیم که اجازه نمیدن از اونجا خارج بشه، و این قبلا اینو پیش بینی کرده بود، به پیشکارش چپور یا شپور سپرده بود که اگه این اتفاق افتاد حتما به مجمع خدایان بره و اونجا اینو شفاعت کنه. این اتفاق میفته، چپور متوجه میشه که این الهه عشق از زیر زمین نتونسته خارج بشه، بنابراین میره به مجمع خدایگان و اونجا خواهش میکنه، کسی حرفش گوش نمیکنه، البته حتی پدر بزرگش انلیل خدایگان انگل بادها اینو گوش نمیکنه، تا اینکه انگی پیشنهاد میکنه که بره به دنیای مردگان و به جای این ننه باید یکی رو معرفی کنه که این ننه از زیر زمین از دنیای مردگان آزاد بشه. این ننه خارج میشه اما کسی رو پیدا نمیکنه. بعد مدت ها گشتن به کاخ خودش میرسه، شوهرش دوموزی یا همون دوموز رو میبینه که در تختش با لباس های فاخر نشسته و دستور میده که به اون دوتا پریزادی که به همراه این خارج شده بودن اینو بگیرن و به جای این به دنیای مردگان ببرن. شما این داستان رو با داستان دلی دومرول در داستان ددگورگود
مطابقت بدین که در اونجا خدا به اسرائیل دستور میده که جان دلیدمرو رو بگیره. ولی قرار میشه که دلیدمرو به جای خودش یکی رو معرفی کنه تا زنده بمونه و کسی حاضر نمیشه به جای دلیدمرو کشته بشه تا اینکه خانمش همسرش قبول میکنه، فداکاری میکنه که به جای این به دنیای مردگان یا زیر زمین بره. ولی دلیدمرو التماس میکنه به درگاه خداوند که یا جان هر دوی اینها رو بگیره یا جان هر دوتاشون رو ببخشه، که خداوند جان هر دوتای اینها رو میبخشه و به جای این جان پدر و مادرش که حاضر نشده بودن به جای اینها بمیرن، جان اون دوتا رو میگیره. شما شاهد یک روایت مشترک در دو داستان با چند هزار سال فاصله هستین، که البته گفتم کتابتش چند هزار سال ممکنه فرق داشته باشه، ولی داستان‌ها ریشه هاشون مشترک است. یا شما نگاه کنید، مثلا دده گورگود روی آبها قالیچه‌ای پهن میکنه و 100 سال گپوز مینوازه. شما اینو نگاه کنید با اوتناپیشتم سومری که اون هم در روی دریاها زندگی میکنه، یا با ماری که گیاه حیات رو از بیلگمیش رو بوده و عمر جاودان رو از این میگیره، با همون ماری که دده گورگود اینو میکشه و عمر جاودان در نتیجه پیدا میکنه. یا شما نگاه کنید به داستان ملک محمد که روی سیمرغ سوار میشه، با داستان لوگالباندا که در اونجا شما نگاه میکنید که لوگالباندا سوار سیمرغ میشه تا به پای پیشگاه خدای آتش یا اوتو بره. و همچنین شما نگاه میکنید داستان به عنوان مثال شوکالیتودا. در داستان شوکالیتودا شما میبینید که یک باغبانی به نام شوکالیتودا با الهه عشق ایننا نزدیکی میکنه، از فرصت استفاده میکنه، به خاطر همین ایننا ناراحت میشه و مردمان سومر رو نفرین میکنه، مثلا چاهاشون رو خشک میکنه و دچار مصیبت میکنه. در داستان دده گورگود ما میبینیم که همین چوپان با همین روایت با پریان نزدیکی میکنه و پریان به خاطر همین قوم اوغوز رو اذیت میکنن و حتی تپگز زاده میشه با یک چشم، غول یک چشمی که مردمان اوغوز رو اذیت میکنه. یک روایت باز مشترک رو اینجا شاهد هستیم و متعددا ما میبینیم که فرمهای مختلف مثل روباه، مثل گرگ، یعنی همه اون کارکردهایی که در دو داستان ما میبینیم در هر دو فرهنگ مشترک هستن. تا همینجا رو داشته باشین که بعدا من میخوام در مورد بهار و جشن فروردین یا جشن عید صحبت کنم که یک ریشه 5000 سالی سومری داره. موفق باشین، روز خوش.